سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین اینفرنا هستم و خیلی خوش اومد به ویدیو امروز. بچه ها چه خبر؟ حالتون چطوره؟ آقا امروز گردونه مسی اومد به گیم، فکر کنم یه قرارداد بسته چون بچه ها داخل تمام بازیاش آورده این باندلو، حالا به صورت باندل بعضی جا گردونه. حالا ما میزنیم ببینیم چه خبره. در کل بچه ها بگم گانش CVR4، چون من CVR متیک داشتم تصمیم این نبود که کاملش کنم، ولی حالا زدیم ببینم چی میشه. بریم بچه ها شروع کنیم. یه مقدار سی پی کم داشتم، یعنی سر صبح از خواب بیدار میشیم میبینی سی پی کمه، فقط میگه خدا خدا آقا تو دومی بده. مسی طرفدار زیادی داره بچه ها، الان هم واقعا به نظرم اکتیویژن خیلی استود گنده میکنه، ولی واقعا بخوام نظر بدم در مورد موومنت اسکین محشر سی پی هم شارژ کنیم، موومنت اسکین خیلی خوبه، ولی واقعا طراحی ضعیفه، طراحیش خیلی ضعیفه. یعنی میتونست با لباس مثلا آستین کوتاه ورزشی بزنه، حالا مثلا تتواش معلوم بود خیلی قشنگتر میشد به نظر من، ولی چرا این کارو کرده؟ به خاطر لباسش احتمال میدم، به خاطر حالا مثلا میگم الان نمیدونم واقعا کدوم تیم داره، بارسا بود فکر کنم، نمیدونم کدوم تیم داره بازی میکنه، بگید بهم. رونالدو هم فکر کنم رفت منچستر یونایتد اومد. بچه‌ها من زیاد فوتبالی نیستم ولی دنبال میکنم، واقعیت هم بگم بیشتر از مسی هم خیلی خیلی خوشم میاد، خدای باش حال میکنم با شخصیتش مخصوصا، ولی من رونالدو رو بیشتر دوست دارم. حالا ببینم نظر شما چجوریه. بریم با هم یه گیم پلی ببینیم از این اسکین. میگم یه توپ انداختن پشتش، یه لباس دادن انگار مثلا میخواد بره فضا، میدونید شبیه فضا نوردای بیشتر تا فوتبالیست. حالا اسکین نیمار رو من بیشتر دوست داشتم، واقعا نیمار خیلی خوشتیپ‌تر طراحی شده بود و اینا، این میتونست بهتر باشه، ولی بچه‌ها موومنت اسکین خیلی خوبه. یعنی حالا برخلاف این که اسکین پسره، ولی مسی کوچولو موشولوه دیگه، خیلی اسکینو ظریف طراحی کردن، ولی بازم اوف نایف شدی داداش، ولی بازم یه سری مشکلات داره که باید اوکی بشه. بریم آقا با هم ببینیم. بچه‌ها یه اتچمنت هم میخوام بهتون بدم، عالی وان شات از سر کوچه. بعد بچه‌ها یه گان چیدم بهتون امروز میدمش، خب میخواستم ویدیوشو بگیرم، یه ویدیو گرفتم با همین اسکین، ولی میگم چون کلاش خیلی اوکی بود و اینا دلم نیومد بذارمش اینجا داخل همین آلکاترازه، همین امروزم گرفتم. اتچمنت گانشو میدم بهتون، خب برید باهاش بازی کنید. ببینید بچه واقعا یکی از بهترین اتچمنت هاییه که دیدم. بچه توضیحش میدم براتون، ببینید آقا داستان چجوریه. M16 رو بچه ها میدونید، نه از همیشه، از قدیم و ندیم همیشه میدونم آقا M16 یکی از بهترین گانهای بازیه، حتی با اینکه سه تیر میزد. الان یه پرک آوردن پشت سر هم تیر میزنه، یعنی هر جوری که آقا تنظیم کنی اونجوری شروع میکنه به تیر زدن پشت سر هم، مثلا AK میزنه، ولی با همون دمیج M16 بچه ها خیلی بالاه. یه مقدار لگد داره گانش، قبول دارم، ولی یه چیزی هست که بچه ها واقعا ارزش داره. حالا میدم بهتون آخر این بازی. یه اتچمنت هم دیروز فکر کنم یادم رفت، اون پریروز، اونم براتون میذارم داخل این ویدیو. 3 تا اتچ بچه ها براتون میذارم، حتما بردارید. بریم جلوتر یه مقدار موومنت مسی بزنیم ببینم آقا چه خبره. خدای اسکین که اوکی، من بعدم نمیاد، ولی بچه واقعا یه چیزی بهتون بگم، اسکین های کاد موبایل دیگه خیلی دارن زیاد میشن. مثلا میگم شما 5 تا اسکین داشته باشی بعید میدونم مثلا با 5 تاش بازی کنی. داداش ببین اینجا این همه موومنت میزنیم ولی خدای بازیش بد نیستیم. موومنت بروکن سامی با بادا ببینم بی تربیت داداشم بروکن. ولی بچه مثلا میگم یه ایده، خب ایده هرچند که بچه واقعا موومنت حرفه‌ای نیست به نظر من، خودش هم فکر کنم گفته حتی یه موومنت فانتزیه، حالا به اسم موومنت بروکن معروف شد، همین که اینجوری میچرخن دور هم تیم. ولی بچه مثلا بیفته جلوی یه پلیر خوب داخل یک ثانیه میزنه تو گوشش. این از این عقده داشتم، اون نایف نشد، گفتم بیام بزنم تو گوشش خودو ببینم بی تربیت. ولی در کل داستان همینه. حتی یه چیز در مورد HS بهتون بگم، HS رو الان خب تقریبا باید هر یه هفته دو هفته اتچش رو تغییر بدید، یعنی تنها چیزی که من مطمئن، مهم هم نیست چی میذارید، یه اتچمنت باید از لودتتون عوض کنید، اصلا مهم نیست. مثلا میگم این سری مثلا نو استاک تو بردار، آندر بدل بذار، آندر بدل تو برداشت، این کارو بکن. تنها راه این که بچه شاتگانت همیشه مثل قبل بزنه همینه. من الان مثلا ببینید بچه یه هفته فقط وان شاته، بعد یه هفته نرف میشه اتچم، خب داخل لودات هم اینجوری میشه،
خراب میشه. مثلا من بچه دو تا سه تا براتون میذارم، هر هفته بین اینا سویچ کنید، هر سری یه دونهشو بذارید. چیزی که از کالافدار دستم میاد همینه. من قبلا یادتون باشه، حالا بچهای قدیمی بیشتر میدونن، میگفتم اتچمنتیو که من میذارم بعد یه هفته خراب میشه. دقیقاً بچه ها HS داستانش همینه، یعنی اینجوری داره کار میکنه HS. بچه ها الان بهترین نزدیک زن بازی کاتانا به نظر من، یعنی جامپ نایف میشه دو تا شات مثل قبله. تازه قبل خیلی کمتر میزنه، الان ایم اسیست دادن بهش. حالا براتون قضیهشو دقیقاً توضیح میدم داستان این ایم اسیستش چی و چرا اصلا دادن. ببینید وارزون موبایل هم بچه اومد واسه ریجن استرالیا، هم واسه آی او اس هم واسه چی میگم بهش هم واسه اندروید، ولی بچه آی او اس الان میگم روی آیپدای قبل 2018 مثلا نصب نمیشه. یه مقدار یه سیستم خوب میخواد. من دانلود کردم الان اوکیه، میتونم ویدیو رو بذارم، ولی نمیخوام الان نظمو به هم بزنم بچه‌ها. یعنی الان مثلا بخواد وارزون موبایل بیاد تو این شرایط مخصوصا، اصلا میگم نه کسی تحویلش میگیره نه چیزی. چون بچه‌ها یه چیزی هست که من میدونم دیگه، من مخاطبم مثل کف دستم میشناسم، بچه‌ها گیمرها همه رو میشناسم. الان با این وضعیت وارزون موبایل حتی بهترین چیزم عرضه بکنه، فکر نمیکنم کسی از کالاف مثلا بره یا مثلا اونقدر چش طرفو بگیره. ولی من مثلا میگم شاید زدم براتون بچه، اوکی کردم اگه دوست داشتید بگید. هم فقط ویدیوهاشو میذارم، یعنی کلاف خودمونم داریم. داداشم شات کن خدایی یادش بخیر، یه زمان چقدر حال میداد اینجوری وقتی دو نفر میزدی با شات کن اش میکردی. الان دیگه واقعا بچه بازی مثل کف دست شده برام. میدونی چی میگم؟ اینجا رو ببین، دو نفر بودم فقط پیچیدم. قوی ترین نزدیک زن بازی بچه کاتانا. من خیلی عوض خیلی سعی کردم تطبیقش کنم ولی واقعا نمیشه. بعضی جاها مخصوصا آلکاتراز انقدر به کارت میاد این کاتانا که اصلا حد و مرز نداره. بیشرف بازی در نیاره، سه نفری نیفتی دو طرف دمیجی نگاه کن. منم بلدم میام یه جا وای میسم، یه خط میگیرم دونه دونه تون رو میزنم. بی تربیتا ببین اینجوری مثلا دارم. جک دوازده هم خیلی قویه واقعا بچه ها، بیشرفانه بازیه. حالا اگه دوست داشتید این روزا بچه ها مخصوصا میگم چون تعداد کمه، خیلی ها وی پی ان ندارن و اینا، به همه کامنت ها میرسم، همه کامنت ها رو میتونم بخونم و اینا، بنویسید برام. اگه مثلا دوست داشتید مثلا آقا یه کار بکنیم بنویسید، من حتما اوکی میکنم یه ویدیوشو میذارم براتون. اینجور داستان دیگه داریم خالصانه کار میکنیم و میخوام یه مقدار این شرایط بازی رو برگردونم به قبل. خیلی بد شده بچه، چیتر که اصلا پر گیمه، این ور میری فلانه اون ور میری اینجوریه. ولی اوکی، قوی ترین نزدیک زن بازی هم کاتانا داداشم، خیلی قویه. این از این موضوع، بریم سر یه اصل مطلب دیگه در مورد یارام. یه گلایه میکنم، حالا شاید دیدن همشون بچه، یار خیلی مهمه. ببینید الان آلکاتراز من از صبح دارم شاید 5-6 دست بازی کردم، خب تمام پلیرها فرق نداره تگدار غیر تگدار همه چسبیدن به هم. از کجا؟ از اول بازی. تنها اسکوادی که پخشه همیشه اسکواد منه. خب ببین پخشه، چون بچه ببینید مثلا میچسبن به هم شاید بازی رو وین کنن، ولی مثلا بچه با سر جمع با 10 تا 12 تا 8 تا کیل میان بیرون. من مثلا تکیم و هر کدوم اون 8 تا 9 تا حداقل 15 تا میزنیم. میدونی چی میگم؟ اگه مثلا دستمون باشه. ولی یه گله دارم، ببینید بچه یارای من اکثرا با کسایی که بازی میکنم داخل کیل دزدی خیلی خوبن، یعنی مثلا یارشون رو به فنا میدن یه کیل بدزدن، ولی مثلا جای دیگه این کاتانا خداست. بعد یه قدرت تخریبشم خیلی خیلی فشاری میکنه این کاتانا. داداشم کاتانا. ببینید بچه داشتم چی میگفتم؟ آها، در مورد موقعی که باید کاورت بدم بچه میپیچن. من این کارو میکنن ها، من خیلی از پلیرهای خوبو دیدم این کارو. من خودم این کارو اصلا من نمیکنم، یعنی چه یارم باشه چه نباشه نمیپیچم. این پیچیدن بچه ها شاید بازی رو بتونی وین کنی، ولی یارت مثلا شاید به فنا بره اونجا دیگه فقط خودتو میبینی. خب و اینکه اینم بگم بچه ها شاید واقعا اصل بازی هم همینه، یعنی فقط خودت زنده بمونی، خودت اول از همه خودت برات مهم باشه. ولی اینجوری خب تیمت به فنا میره معمولا، اگه شاید هم 50-50 بتونی جمع کنی آخر بازی. اون تیمی که 4 تایی به هم میچسبن از اول گیم، خب 100% شاید تیم بازیاشون خوب، ولی تیم حرفه‌ای نیستن، مخصوصا داخل رنگ ها تورنمنت اینا بحثش فرق میکنه دیگه. همه چسبیدن به هم 4 تایی، ولی اینجا یه مقدار داستانش فرق داره. در مورد آرناین هم خب
ویدیوشو امیدوارم دیده باشید. اگه این نبود ببینید چجوری خوب میزنه آرناین، بهتون یاد دادم کثیف کثیف، یعنی آرناین ست. ببین طرف میاد داخل خیلی ایزی کیارم هم داره، نکن بودو ببینم، سه تا تیر تو یک ثانیه بهش میزنی. بذارش قشنگ توضیح دادم، یه گیم پلی کاملا در مورد آرناین بود اونجا، اگه دوست دارید برید ببینید ویدیو همین چند روز گذشته کانال، تقریبا همه چی براتون زدم. یه توضیح هم اینجا بدم بچه‌ها، بعضی وقتا واقعا نمیشه، مخصوصا الان. قدیم بچه‌ها سولو اسکواد کردن خب خیلی راحت تر بود، میرفتی سر یه تیم یه خط میگرفتی دونه دونه مینداختی، الان که تیم‌ها چسبیدن ببین دیگه اعصاب نمونده، هر چی بیاد دم دستشون میزنن، وار ماشین میخواد باشه اصلا فرق نمیکنه، پری فایر میخواد باشه، فقط دنبال اینن وین کنن و یه فوش بدن. اینم نیست که مثلا بگی به تو فوش، به همه، من دارم میبینم دیگه، یعنی یار به یارش داره فوش میده اگه رندوم بیفته. این اصلا خیلی کثافت شده آلکاتراز، حالا مخصوصا حالا رنگ کم هست ولی رنگ کمتر، آلکاتراز چون کینه بیشتر به دل میگیرن، نگاه کن تو رو قرآن اون از اون اسکین متیکت خجالت بکش ناموسن. میبینید این تیرم نمیدونم چرا نخورد، داداشم میزنی بر میگردی اصلا نمیتونی، یه ریلود میزنی. الان تو اینا رو بزنی اگه صدای تیرت گرفته باشن یه چهار نفر میان سرت، بازی داره اینجوری میشه، یه مقدار سخته. الان ببین مثلا دو تا از یارای من مردن، اون یکی نگاه کن اصلا کجا داره بازی میکنه، یار رندومه. از این چیزا زیاد پیش میاد برام، ولی در کل بچا امیدوارم اوکی تر بشه این داستان آلکاتراز و وایس. حالا وایساتونو ببندید، من که خودم میبندم معمولا. ببین اینجا بچا من یه نفر زدم با ترپ سه نفری دنبال من، ببین با ترپ سه نفر داره میاد دنبالم، من نمیدونم چه کار کنم، نه از این ور میتونم برم ترپ، نه میتونم برم پایین، یه تیم دیگه است. میبینی اینجا دیگه فقط میگم بپرم پایین چون راه نبود، یه نفر رو اینجا میزنم، این موومنت خوب به این میگن و اینم میزنم، میای یه ور موومنت مسی، این دیگه هیچ راهی نداره، این واقعا هیچ راهی نداره، حرفم هم ندارم آقا. دمتون گرم بچه‌ها، خیلی دوستتون دارم، فعلا شب بخیر.